لنگ حوثی ها از کجا می آید؟ از یمنی ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می کنند. به جای لباس لنگ می بندند و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دستشان است. با پای پیاده و سعودی ها از دست اینها عاجز شدند. جملاتی از علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه همیشگی خمینی و مشاور مادام العمر خامنه ای در سیاست خارجی، مدافع سرسخت دخالت در کشورهای منطقه، با خانه 1000 متری در مجاورت کاخ سعدآباد تهران که به گفته همکاسگان ولایتی 10 میلیارد ارزش دارد، با 38 شغل در جامعه‌ای که دست کم 10 میلیون بیکار دارد. ولایتی در شهری زندگی می کند که بسیاری برای روزها و ماها طعم گوش را تجربه نمی کنند. اینجا یمن است. اینها حوثی ها هستند، همانهایی که لنگ بسته و نان خشک در دست دارند. اما این همه واقعیت نیست. حوثی ها موشک هم دارند. آنها از انواع سلاح ها هم برخوردارند. آنها پول هم در اختیار دارند. اینجا تهران است. این جماعتی که می‌بینید، این جماعت به جان آمده مال باختگان مؤسسات مالی سپاه هستند. آنها پول خود را در مؤسساتی که به ظاهر خود را معتبر نشان می‌دادند به امانت گذاشتند. اما اکنون پولی به آنها بازگردانده نمی‌شود. اینجا اهواز است. اینها کارگران فولاد اهواز هستند. آنها حقوق خود را دریافت نکردند. پولی که باید در برابر کارشان دریافت می‌کردند به کجا رفته است؟ اینجا سیستان و بلوچستان است. این یک مدرسه کپری است. این کودکان حتی برای درس خواندن یک سرپناه هم ندارند. این که در آسمان حرکت می‌کند، موشکی است که از طرف حوثی‌ها به سمت کشورهای همسایه پرتاب می‌شود. قیمت یک موشک زمین به زمین چند میلیون دلار می شود. شاید بتوان از ولایتی پرسید که پول لنگ حوثی ها از کجا تامین می شود. نیاز نیست راه دوری برویم. به چهره گرسنه کودکان خیابانی در تهران نگاه کنیم.